مردم ایالت آلاباما از روز یکشنبه به این سو پیام‌های ثبت شده تلفنی را از طرف رئیس جمهور ترامپ دریافت می‌کنند که می‌گوید وای به رای مور در سنای آمریکا ضرورت دارد. در این پیام 90 ثانیه‌ای که از طرف کمپاین انتخاباتی رای مور تهیه شده، شامل آواز خود رئیس جمهور ترامپ است که می‌گوید اگر مردم آلاباما رقیب رای مور یعنی دگ جونز دموکرات را انتخاب کنند، پیشرفت در اجندای کاریش متوقف می‌شود. سلام، من رئیس جمهور دونالد ترامپ هستم. می‌خواهم که مردم آلاباما برای مور رای بدهند. بسیار مهم است. همین اکنون ما آمریکا را بزرگ ساخته ایم. می‌خواهم آمریکا را مسئول‌تر، قوی‌تر و بهتر از گذشته بسازم. اما ما به کرسی سنا ضرورت داریم. ما به رای مور نیاز داریم. نظرسنجی ها در ایالت آلاباما که یکی از محافظه‌کارترین ایالت های آمریکا است، نشان می‌دهد که رقابت میان رای مور، کاندید جمهوری‌خواه و دگ جونز، کاندید دموکرات، بسیار با هم نزدیک است. این در حال است که چندین زن در ایالت آلاباما رای مور را متهم به سوء استفاده های جنسی و حرکات خلاف میل آنها در هنگامی نمودند که آنها جوان بودند و برای رای مور کار می‌کردند. مور این اتهامات را رد نموده و تقاضاهای عده‌ای از جمهوری خواهان برجسته را مبنی بر ترک مبارزات انتخاباتی رد کرد. فکر می‌کنم آنها بیم دارند که من ارزش‌های آلاباما را در واشنگتن عملی می‌سازم. برایتان می‌گویم که بی‌صبرانه منتظرم. دگ جونز، رقیب مور، در این انتخابات فقط یک بار روی موضوع اتهامات سوء استفاده های جنسی علیه رقیبش اشاره کرده، گفت فقط یک بار با آن اشاره میکنم. همون طوری که سناتور شلبی بیان داشت، من به ادعاهای این بانوان باور دارم. همون طوری که خانم شلبی گفت، در جایی که دود است، آتش است. دونالد ترامپ در ابتدا از حمایت مور دوری جست، اما اکنون به امید این که این کرسی سنا به دست جمهوری خواهان باقی بماند، از وی حمایت می کند. ما نمی توانیم، این کشور، آینده این کشور نمی تواند یک کرسی سنا را در این رقابت سرسخت از دست دهد. اتهامات سوء استفاده های جنسی علیه رای مور، یک تعداد از اعضای برجسته کنگرس را در موقف ناراحت کننده قرار داده است. از آن جمله سناتور میچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوری خواهان است. ابتدا امیدوار بودم که مور از کاندیداتوری خود صرف نظر می کند. مسلماً این کار صورت نمی گیرد. اما اگر وی انتخاب گردد، فوراً با یک قضیه در برابر کمیته موضوعات اخلاقی مواجه خواهد شد. جونز و مور روی کسب کرسی در رقابت هستند که جف سشن، لوی سارانوال فعلی ایالات متحده، اجرای وظیفه می کرد.